اهدای عضو مساویه با اهدای زندگی. آیا شما تا به حال به اهدای عضو فکر کردین؟ بیاین و نظرات خودتون رو با ما مطرح کنین با شماره تلفن 202-260-7110. میتونید تلفن هاتون رو از طریق چت زنده فیسبوک روی خط یا از طریق ایمیل برای ما ارسال کنین تا همکاران هم با شما تماس بگیرن. همینطور میتونید از طریق اسکایپ صوتی، تصویری و نوشتاری در برنامه شرکت کنین. فیسبوک، اینستاگرام و توییتر رو فراموش نکنین. من روزیتا ایران دوست در یک ساعت پیش رو با شما همراه هستم با برنامه روی خط. سلام، روزیتا ایران دوست هستم با برنامه روی خط از بخش فارسی صدای آمریکا. امروز برنامه روی خط اختصاص داره به اهدای عضو. بر اساس آمار سایت انجمن اهدای عضو ایرانیان، سالانه 5 تا 8 هزار نفر در ایران به دلیل مرگ مغزی جان خودشون رو از دست میدن، که از این عده حدود 2500 تا 4000 نفرشون دارای ارگانهایی هستن که قابل اهداست، اما متاسفانه فقط در حدود 700 نفر از این تعداد که به مرگ مغزی مبتلا شدن و جان خودشون را از دست دادن قابل اهدا هست اعضایشون و اعضایشون اهدا میشه. هر 10 دقیقه یک نفر به لیست انتظار پیوند اضافه میشه. به طور متوسط هر روز 12 نفر از کسانی که در لیست انتظار دریافت عضو هستند متاسفانه فوت میکنن. یک اهدا کننده هم میتونه 8 زندگی رو نجات بده. شما چطور؟ آیا تا به حال به اهدای عضو فکر کردین؟ آیا خانوادتون رو از این تصمیم مطلع کردین؟ اجازه بدیم پیش از اون که بریم سراغ تلفن‌ها و اسکایپ و با شما همراه بشیم، گزارشی رو که چندی پیش از شبکه هماهنگ اهدای عضو در ریچموند ویرجینیا تهیه کردم با هم ببینیم. برمیگردیم بیشتر صحبت می‌کنیم. مرگ مغزی، اهدای عضو، زندگی دوباره. کلمه‌های آشنایی که تلخی یک پایان رو به شیرینی دوباره یک آغاز بدل می‌کنه. در آمریکا، شبکه هماهنگ اهدای عضو یا یونوس اطلاعات افراد داوطلب اهدای عضو رو جمع‌آوری می‌کنه و مثل پلی ارتباطی اهدا کننده ها و گیرنده های احتمالی عضو رو به هم وصل می‌کنه. Someone dies at a hospital in the United States. There is a medical assessment of whether that person could be a donor. Are they, you know, of زمانی که شخصی در آمریکا فوت می‌کنه و ارزیابی‌های پزشکی نشون بده که امکان اهدای عضو اون فرد وجود داره، یعنی اعضای بدنش سالمه و قبلا برای اهدای عضو ثبت نام کرده باشه و یا کارت داشته باشه، مراحل اهدای عضو شروع میشه. اما اگر اقدامی از پیش نکرده باشه، بازماندگان اون میتونن تصمیم بگیرن اطلاعات مربوط به سلامت بیماری شخص متوفا و تاریخچه پزشکی خانواده رو در اختیار ما قرار بدن. به محض پذیرش خانواده، ما اطلاعات فرد وارد سیستم کامپیوتری میکنیم و کامپیوتر فردی که با مشخصات اهدا کننده منطبق باشه رو پیدا میکنه و بعد با محلی که قرار جراحی اونجا انجام بشه تماس میگیریم و اونها فقط 1 ساعت وقت دارن تا تصمیم نهایی رو بگیرن. اگر پذیرش شد که مرحله نقل و انتقال عضو اهدایی انجام میشه. اگر به هر دلیلی مورد رد بشه، عضو نفر دوم در صف واجدین اهدا میشه. مردم از راه‌های مختلفی میتونن داوطلب اهدای عضو بشن. یکی از معمول‌ترین راه‌ها ثبت نام موقعی گرفتن گواهینامه رانندگی. یکی دیگه از راه‌های ثبت نام از طریق وبسایت اهدای عضو محل سکونت افراد. هر ایالتی به همین منظور وبسایت جداگانه‌ای داره که اطلاعات اعضا محرمانه در اون ثبت میشه. اما خیلی از مردم با وجود تمایل قدمی برای این کار بر نداشتن. ما مردم رو تشویق میکنیم که اگر هیچ اقدامی برای اهدای عضو نکردن، حتما با خانوادهشون صحبت بکنن، تا اگر زمانی بر حسب اتفاق کاندیدای اهدای عضو باشن، خانواده به جای اونها تصمیم بگیره. تعداد افرادی که واجد شرایط دریافت عضو هستند روزانه در وبسایت یونوس به روز میشه. این اطلاعات از طریق بیمارستان‌ها و مراکزی که عمل پیوند و اهدای عضو را انجام میدن مستقیما وارد سیستم کامپیوتری این مرکز میشه.
مقدمات و مقررات اهدای عضو زنده فرق میکنه. مراکز پیوند عضو ارزیابی دقیقی از پیشینه پزشکی و سلامت فرد انجام میدن و مهمتر از اون روشن میکنن که چرا این شخص داوطلب اهدای عضوه. در خیلی از موارد پیوند عضو از فردی که زنده است انجام میشه. بیشتر این افراد داوطلب خانواده درجه یک، دوستان و یا همکاران گیرنده عضو هستند که با تمایل قلبی این کار را انجام میدن. سیاست‌های تخصیص و توزیع اعضای اهدایی از اصلی‌ترین قوانینیه که سازمان‌های اهدای عضو باید از اون تابعیت کنن. طبق قوانین آمریکا، مبادله پول برای اهدای عضو غیرقانونیه. مواردی قبلا در آمریکا ثبت شده که پول واسطه عضو بوده. اونها طبق قوانین دستگیر شدن، ولی اگر کسی داوطلبانه تمایل به این کار داشته باشه، طبق مقررات ابتدا باید مطمئن بشیم چرا میخواد این کار رو بکنه. واقعا میل باطنیه و بعد از اطمینان از سلامت کامل کار و با توجه به سلامت جسمی فرد این کار به طور قانونی انجام میشه. یونس با همکاری نهادهای مختلف و استفاده از قدرت شبکه‌های اجتماعی سعی داره تا مردم رو برای مشارکت در این کار انسان دوستانه تشویق کنه. تا دوگانه ی حیات و مرگ رو یکی کنیم، بذاریم اون زمانی که نیستیم قلبمون بتپه، چشمامون ببینه یا جگرمون جگرگوشه دیگری رو از مرگ نجات بده. روزیتا ایراندوست، صدای آمریکا، واشنگتن. سری هم زدیم به وبسایت شبکه هماهنگی اهدای عضو، یعنی همون یونس که گزارشش رو دیدیم. نگاهی میکنیم به این آماری که ارائه داده. بر اساس این آمار هر 10 دقیقه یک نفر به لیست پیوند اعضا اضافه میشه. به طور متوسط هم هر روز 22 نفر از کسانی که در لیست انتظار دریافت عضو هستن فوت میکنن. و همونطور که در وبسایت ایرانیان هم مشخص شده بود، یک اهدا کننده عضو میتونه 8 زندگی رو نجات بده. اما اطلاعات دیگری رو هم این مرکز در اختیار مردم قرار داده که البته این اطلاعات دائماً در حال تغییر هستند و بروز شدن. در مجموع کمی بیش از 121 هزار نفر در انتظار پیوند عضوند که از این تعداد بیشتر از 77,600 نفرشون نیاز مبرم به اهدای عضو دارن. اما آمار دیگری رو هم در اختیار مراجعه کننده ها قرار داده که هر ماه این آمار تغییر میکنه. از ژانویه 2016 تا 8 آوریل که هفته گذشته جمعه بوده، 2553 پیوند عضو صورت گرفته در آمریکا. در همین تاریخ، یعنی از اول ژانویه تا 8 آوریل هم 1193 اهدا صورت گرفته. پیامگیر برنامه روی خط یکی از راه‌های ارتباطیه که میتونین بیاین و نظراتتون رو با ما در میون بذارین. شماره پیامگیر هست 202-382-7205، منتظر پیام های شما هستیم. اگر از خانواده کسانی هستین که عضو اهدا کردن یا از گیرنده ها هستین، میتونین بیاین از طریق برنامه روی خط نظراتتون رو با ما در میون بذارین. منتظر نظراتتون هستیم. اجازه بدین بریم سراغ تلفن ها که تلفن های زیادی هم در انتظار داریم. خانم ترکمان از نیویورک روی خط هستین. سلام، بفرمایید. سلام خانم ایران دوست. سلام. بفرمایید، صدای شما رو داریم خانم ترکمان. الو، بفرمایید خانم ترکمان. الو خانم ترکمان، شما صدای ما رو دارین؟ الو، من فکر میکنم ارتباطمون درست نیستش. خانم ترکمان، باهاتون تماس میگیرن همکارانم. آقای مشفق از تهران روی خط هستین. سلام، بفرمایید. آقای مشفق، شما روی خط هستین. الو، سلام علیکم. سلام، ایران دوست. بفرمایید. آقای مشفق، شما روی خط هستین، بفرمایید. الو، من صدای شما رو ندارم. اجازه بدین سراغ اسکایپمون بریم. من فکر میکنم یک مشکل فنی داریم با تلفن. تا همکارانمون رو برطرف میکنن با نادر صحبت میکنیم که از طریق اسکایپ روی خط هستین. سلام، بفرمایید. الو، سلام. سلام، خسته نباشید. ممنون. خدمت شما و بینندگان محترم بناتون سلام عرض میکنم. در مورد اهدای عضو و پیوند اعضا، من باید بگم که اتفاقا
تا اونجایی که من از اطرافیان خودم خبر دارم بسیار به این کار مشتاق هستند، خصوصا مثلا خیلی ها بعد به اصطلاح دینیشو میبینن، میگن یک ثوابیه برای تا آخر به اصطلاح عمر اون طرفی که بهش اهدا میشه به اصطلاح میمونه این ثواب براش. آقای نادر، شما خودتون جزو کسانی هستین که کارت اهدای عضو دارین؟ من مراجعه کردم به سایتی که وجود داره برای اهدا عضو و در اونجا میتونید ثبت نام کنید و کاراش انجام بدید و اتفاقا جای خوبیه، حضورا هم میتونید کسی دسترسی نداشته باشه. شما فکر میکنین چطور میشه آقای نادر، شما فکر میکنین چطور میشه فرهنگ سازی کرد، چطور میشه این فرهنگ رو اشاعه داد بین مردم؟ ببینید، هستند کسانی که نخوان این کار رو انجام بدن یا خانواده مخالفت کنند، اما بعید میدونم خیلی زیاد باشن. درسته درصد مرگ مغزی یه درصدیه که شما اعلام کردی شاید قابل توجه باشه، اما با آگاه سازی مردم، با نشون دادن واقعیت ها از کسایی که احتیاج دارن به این اعضا، با توجه به روحیه‌ای که مردم ایران دارن، قطعاً مشارکت بالایی در این زمینه دارن. خیلی ممنون از شما که در برنامه شرکت کردین آقای نادر. اجازه بدین برمیگردیم به سراغ تلفن ها. آقای مشفق روی خط هستین، سلام از تهران. سلام خانم ایران دوست، وقت شما بخیر. ممنون، بفرمایید. خیلی تشکر میکنم از شما و همکارانتون به خاطر این موضوع بسیار جالبی که امشب انتخاب کردید. خیلی ممنون. عرض خدمتتون خانم ایران دوست که من سال 89 تصادف کردم خودم. بله. یعنی کنار خیابون ایستاده بودم در تهران و یک ماشین به من زد، من عابر بودم و من بیهوش روی زمین افتاده بودم. منو بردن بیمارستان در بخش سوانه ترافیکی، اونجا من اصلا در حالت اغما بودم. اونجا بعدن متوجه شدم که گفتن که احتمال اینکه ضربه مغزی شده باشه خیلی زیاده. خب به هر حال خواست خدا بر این بود که من ضربه مغزی نشده بودم و به هر حال شدت جراحت فقط سطحی بود و خونریزی در واقع جلدی و بیرونی و سر و صورت بسیار وخیم بود وضعیت من. بعد از اینکه مداوا صورت گرفت، من یه آقای دکتری اونجا اومد و با من صحبت کرد و در ارتباط با این قضیه، یعنی اهدای عضو، با من صحبت کرد و من اون لحظه واقعا به فکر فرو رفتم که، و خدا میدونه وقتی ایشون با من صحبت میکرد واقعا تمام بدن من میلرزید که حالا اگر واقعا یه اتفاق برای من افتاده بود، آیا اگر این کارت اهدای عضو رو من میداشتم و خودم داوطلبانه دیگه در این دنیا نبودم، خانوادم چه کار میکردن، چه واکنشی نشون میدادن؟ آیا وقتی متوجه میشدن که من خودم داوطلبانه همچین قصدی رو داشتم در زمان حیات خودم و با اختیار کامل همچین کاری رو کردم؟ به هر حال بعد از اون واقعیتش با خانواده‌ام مطرح کردم. خب مخالفت بسیار زیادی کرده بودن، خیلی ناراحت شده بودن و از این صحبت‌ها، و بعد تصمیم گرفتم که این کارو بکنم و الان عضو این در واقع جامعه اهدای عضو هستم و کارت اهدای عضو رو دارم که اگر یک زمانی مشیت الهی بر این باشه که این به این شکل بخوام از دنیا برم، واقعا خودم این تصمیم رو گرفتم و الان ما امیدواریم که همیشه سالم باشیم. ولی اجازه بدین کوتاه ازتون این سوال رو هم بکنم، چون در ادامه برنامه هم ما قطعا میخواییم بیشتر در مورد این مورد رضایت اولیاء دم صحبت بکنیم. به نظر شما علت مخالفت برخی از خانواده ها چیه؟ ببینید خانم ایران دوست، علت مخالفت اون بعد عاطفیش است. همونطوری که آقای نادر الان فرمودن و من از گیرنده داشتم میشنیدم، اکثر خانواده های ایرانی از نظر، ببینید اینجوری خدمتتون عرض کنم خیلی سریع چون فرصتم نیست، دوست دارم بقیه نظرم بشنوم. هر کسی که دست به این کار میزنه و در زمان حیات خودش همچین کارتی رو دریافت میکنه و همچین داوطلبانه همچین در واقع مسئولیت رو قبول میکنه، از دو منظر باید بهش نگاه کنیم، یا معنویه و یا اخلاقیه، که در واقع هر دوش یکی خواهد شد. یعنی دو تا شاخه، معنوی و اخلاقی. ما در زمان حیاتمون داریم، یعنی اینجوری میخوام خدمتتون بگم در یک کلمه، میخوایم شجاعت به خانوادهمون بدیم، یعنی این تصمیم گیری رو و این شجاعت رو به خانواده بدیم که بگیم این وصیت خودمون بوده، این خواست خودمون بوده. اگه از این دید نگاه بکنه هر فردی که خودش با حالا با هر شکل و فرهنگی که داره زندگی میکنه، با هر در واقع گرایش مذهبی و اخلاقی، این شجاعت رو به خانواده بده. من فقط 30 ثانیه از شما خواهش میکنم اجازه بدید از همه هموطنان اینو عرض کنم خدمتشون که فرض کنید خدا نکنه که آدم اون لحظه‌ای که عزیزش روی تخت بیمارستان هست و واقعا پزشکان میگن که هیچ امیدی نیست و مرگ مغزی شده،
انسان حاضر هست خودش بمیره ولی اون عزیزش از روی تخت بیمارستان بلند بشه، و اگر در اون لحظه متوجه بشه که اون فردش، اون عزیزش خودش وصیت کرده و خودش این داوطلبانه این در واقع مسئولیت رو پذیرفته و دوست داشته که این اتفاق براش بیفته بعد از مرگش و خانواده های دیگر رو شاد بکنه، قلبش در سینه کسی دیگه بتپه و امید زندگی به خانواده های دیگه بده، مطمئنن این شجاعت رو به اولیاء دم و به بازماندگانش خواهد داد. خیلی ممنون از شما که در برنامه شرکت کردیم. ما هم آرزوی تندرستی برای شما و همه بینندگانمون و ایرانیان داریم. اجازه بدین برمیگردیم در دقایق آینده. یاسد بیننده بخش فارسی صدای آمریکا باشید. من میخوام 3 دقیقه فکر کنم. 3 دقیقه به یه مسئله مهم فکر کنم. 3 دقیقه به یه مسئله خیلی مهم فکر کنم. میخوام به یه بچه مریض فکر کنم. به یه بچه که سخت نفس میکشه. به یه کودکی که رو تخت بیمارستانه سخت نفس میکشه. میخوام به نگاه معصومش فکر کنم، به نفسهای سختش. من به اشکای یه مادر فکر میکنم، به امیدش. من به لحظه های قبل از مرگ فکر میکنم. من به بچه‌ام فکر میکنم. سخته، خیلی سخته. من به مرگ خودم میتونم فکر کنم، ولی به مرگ بچه‌ام وای نه. به مرگ خودم میتونم فکر کنم، ولی مرگ عزیزانم اما من باید فکر کنم. من باید به همه فکر کنم. شاید یه دفعه اتفاق بیفته دیگه. پس من باید بهش فکر بکنم. به یه آدم فکر میکنم. مثل خودم. مثل خانوادم. مثل اون بچه. من به دعا فکر میکنم. به دعاهایی که مستجاب میشن. به بیمارایی که به زندگی برمیگردن. من به تپش فکر میکنم. من به نفس فکر میکنم. من به امید فکر میکنم. امیدی که نباید از دست بره. اجازه بدیم نگاهی هم بکنیم به نظراتی که از طریق فیسبوک و اینستاگرام دریافت کردیم. کامران از کاربرانی هستش که در فیسبوک برامون نظر گذاشته. میگه من به شخص فرمهای لازم رو در انجمن مربوطه تکمیل و امضا کردم تا در صورت مرگ مغزی خودم پیشاپیش تصمیم گیری کرده باشم. در صورت وقوع حادثه شرایط روحی خانواده های بازماندگان اجازه تصمیم گیری منطقی و عقلانی رو نمیده. در اینستاگرام سعید هم از کاربرانی هستش که کارت اهدای عضو داره و میگه با کمال میل این کارت رو دریافت کردم، اما مادرم اصلا راضی نیست و هر وقت که این موضوع پیش میاد بغض میکنه و با من حرف نمیزنه. ای کاش کمی درکم میکرد، یا ای کاش من میتونستم حس مادرم رو درک بکنم. به هر حال از این کارم راضیم، به امید روزی که این کارتم به درد کسی بخوره که برای زندگی دیگران مفید باشه. البته میگه کارت اهدای عضو تنها شاهد و مدرکی هستش که به خانواده ها ثابت بکنه که این فرد تمایل قلبی داشته برای اینکه عضوش رو اهدا بکنه. و یک تصویر رو هم براتون آماده کردم که از تصاویری هستش که سایت شفقنا گذاشته و در اینترنت هم خیلی از افراد اون رو به اشتراک گذاشتن. تصویری تاثیرگذار و آموزنده از احترام همه پزشکان و پرستاران چینی اتاق عمل به پیکر بیماری که اعضای خودش رو بخشیده. این تصویری که می‌بینید تصویر لحظه خروج پیکر اون بعد از برداشتن اندام‌هاش بوده که همه اعضای تیم جراحی به احترام این کودک خم شدن. اجازه بدیم برمیگردیم به تلفن‌ها. ارتباطمون با خانم ترکمان از نیویورک برقرار شده. سلام خانم ترکمان، روی خط هستین. سلام خانم ایران دوست، خسته نباشید. ممنون از شما. عجب برنامه خوبی گذاشتید. لطف دارین. و ای کاش بیشتر مردم آگاهی پیدا کنن راجع به این موضوع. و من خودم یکی از این افرادی هستم که گفتم که خانوادم بعد از مرگم منو بدن به قسمت پزشکی دانشگاه از وجود من استفاده کنن، چون من سنم 60 خورده، فکر نکنم از اعضای بدنم بشه استفاده کرد.
ولی کم دلم میخواست شما از یک کارشناس بپرسین که چه افرادی رو میشه تا چه سنی از اعضای بدنشون استفاده کرد. اما من به بچه هم گفتم اقلا اگه از اعضای بدن من نمیشه استفاده کرد، دانشجوها رو من کالبد چه کافی کنن. انشالله که سلامت باشین. ولی خانم ترکمان، حالا من با شما خداحافظی میکنم، ولی اجازه بدین در پاسخ به سوال شما، ما البته سری هم زده بودیم به وبسایت انجمن اهدای عضو ایرانیان، بخشی رو گذاشته بودن برای پرسش و پاسخ، در اون بخش هیچ پاسخی در یه سوالی درباره سن و سال نبوده، ولی درباره اینکه خب اگر کسی بخواد اهدا بکنه کدوم اعضا قابل اهدا هست نوشته بودن که قلب و ریه ها و کبد و روده ها و لوزالمعده. تنها کاری که میکنن تستی رو انجام میدن و چند بیماری مثل HIV مثبت که ایدز هستش اگر نداشته باشن، اعضای این افراد تا مادامی که سالم باشه قابل اهدا هستش. ممنون از تماستون. اجازه بدین از طریق اسکایپ علی رو داشته باشیم از تهران. سلام، روی خط هستین. سلام آقای علی، بفرمایید، روی خطین. من سلام عرض ادب و احترام دارم خدمت شما، خدمت بینندگان محترم، و یک تشکر صمیمانه به خاطر انتخاب این موضوع بسیار انسان دوستانه که واقعا ما ایرانی ها در دنیا معروف هستیم به این که به همزیستی و به هم‌نوعان خودمون همیشه کمک میکنیم. این موضوع بسیار حساسه. آقای علی، شما جز به کسانی هستین که کارت اهدای عضو دارین؟ بله، من کارت اهدای عضو دارم. شما خیلی کوتاه، به خاطر اینکه من تلفن های خیلی زیادی دارم و همینطور از طریق اسکایپ بیننده های زیادی پشت خط هستن، خیلی کوتاه به من بگین که اگر توصیه‌ای داشته باشین به دیگران چی میخواین بگین درباره اهدای عضو. بله، من همونطوری که به بستگان خودم هم گفتم احساساتی نشن بعد از اینکه بالاخره ممکنه برای من یه اتفاقی بیفته، و اجازه بدن یک انسان دیگه هم بتونه از عضو من استفاده خیلی کنه. خیلی ممنون از شما که در برنامه شرکت کردین. اجازه بدین برمیگردیم به تهران. خانم وزیری روی خط هستین، سلام بفرمایید. الو. خانم وزیری سلام. خانم ایران دوست، سلام عرض میکنم. من در 8 آبان 93 دخترم تصادف کرد در تهران. ایشون چون آلمانی بود ولی در تهران تصادف کرد، همون لحظه اولم فوت کرد. فردا صبحش ما در پزشکی قانونی کهریزک در تهران که میخواستن با نامزدش، دوتایی با هم فوت کردن و نامزدش ایرانی بود، دختر من آلمانی بود چون پدرش آلمانیه. من برای اهدای عضو یادم افتاد که دخترم همیشه میگفت که دوست داره اهدای عضو کنه. رفتم قسمت پزشکی قانونی که دخترم بود، رفتم قسمت دانشگاهی، گفتن برید اون قسمتی که مال دانشگاهی پزشکی تهرانه. رفتم اونجا گفتم که میخوام برای دخترم این به اصطلاح رضایت رو بدم که اگه میشه، با اینکه شب تا صبح از فوتش گذشته بود، اونجا خانوما گفتن میشه دو قطعه از بدنش رو میتونین اهدا کنین. کارت ملی داره یا نه؟ گفتم نه، کارت ملی نداره، دختر من خارجی بود. گفتن پس نمیشه. من این یک سال و سه ماه از این جریان، از این حادثه گذشته و مثل یه عقده تو دلم شده که نتونستم این وصیت دخترم رو انجام بدم. میتونستن از رونش و از دریچه قلبش هنوز بردارن. فردا صبحش 12 شب فوت کرده بود، فردا صبح هنوز 9 صبح یا 10 صبح میتونستن این کارو بکنن. خودشون هم گفتن میتونیم، ولی چون ایرانی نیست نمیتونیم. و من گفتم این مسلمون نامزدش ایرانی بوده، قرار بوده و همونجا خاک کردیم دخترم و دخترم الان در تهران تو بهشت زهراست، ولی نخواستن عضو بگیرن چون کارت ملی دخترم نداشت. ما متاسف هستیم برای شما، روحشون شاد و امیدوار داریم که تندرست باشیم. اجازه بدین از طریق اسکایپ شاهرخ رو داشته باشیم از استانبول. بفرمایید. سلام، روی خط هستین. سلام عرض می‌کنم خانم ایران دوست عزیز، وقت شما بخیر باشه. ممنون. خانم ایران دوست، طبق آمارهای رسمی و غیر رسمی اگر نگاه بکنیم، خیلی ها علاقمند هستن. بله. که پیوند داشته باشن، و من خودم الان کاغذ پر کردم، نوشتم و به عنوان اینکه حاضرم بعد از مرگم اعضای من پیوند داده بشه، به دیگران هدیه داده بشه. اما این نکته هم باید بگیم، خیلی ها هم ناراحتن از اینکه بخوان
این اعضایشون به عنوان هدیه پیوند زده بشه به دیگران. اگر نگاه بکنیم فقط من یه نقدی دارم، شما زدید که 7 تا یا 8 تا بیمار توسط یک نفر اعضا، بله 8 نفر. نفر این همه جای دنیا نفر. من براتون آماده کردم و رو بگم براتون. میثم از کاربرانی هستش که در فیسبوک برامون نظر گذاشته، میگه من خودم وصیت کردم که به هر دلیلی صدمه دیدم از اعضای بدنم استفاده بکنم. دینا هم از کاربرانی بوده که ثبت نام کرده ولی نوشته کارتی دریافت نکرده، که البته بسیاری از کاربران به این مسئله اشاره کرده بودن که کارت دریافت نکردن. جدیداً به خاطر اینکه از طریق آنلاین و میتونن از طریق وبسایت ثبت نام بکنن، نیازی نداره که کارتی داشته باشن. اینطور که من از نظراتشون در سایت اهدا دیدم نشون میده که میتونن پرینت بکنن اون برگشون رو. یکی از کاربرانم در اینستاگرام اهدای عضو نوشته بود که کاربری به نام مجید میگه روند کلیه دریافت پیوند کارت اهدای عضو برای ثبت نام کننده ها این هستش که ثبت نام بکنن در سایت اهدا.ir و گرفتن پرینت از کارت موقتشون، همینطور مراجعه به شعب بانک ملی هستش برای با اون کارت موقتی که گرفتن و کارت ملیشون که خانم وزیری هم بهش اشاره کردن. در ادامه برنامه روی خط با ما همراه باشین. اینستاگرام کجا؟ اینستاگرام کی؟ اینستاگرام صدای آمریکا. @voafarsi @voafarsi از طریق تلفن آقای سفری رو روی خط داریم، بفرمایید. سلام. آره خدافظ. آقای سفری بفرمایید. سلام. سلام علیکم خانم. سلام. الو. شما روی خط هستین. با سلام خدمت شما و تمامی همکارانتون و ملت ایران. موضوع خیلی خوبی رو انتخاب کردید، چون واقعا زندگی بخشه. من ازتون تشکر میکنم مجدد به خاطر این برنامه مردم پسند و انسانی. البته من که سعادت نداشتم رفتم دنبالش، ولی متاسفانه نتونستم کاری انجام بدم. ولی خواهرزاده من که این کارو کرد، کارتو دریافت کرده بود، بعد یه مدتی تصادف کرد که خیلی از قسمت‌های بدنش قابل استفاده بود و منم ای به خواهرم میگفتم الان آقا مصطفی خدا بیامرز زنده است انگار، چون اعضای بدنش تو بدن آدمای دیگه هست. حالا من نمیدونم به چند نفر این پیوند رو زدن، ولی واقعا باید همه این کارو بکنن، مخصوصا کسایی که رانندگی زیاد میکنن یا کارهای دیگه پرخطر دارن. اینه که من خواهش میکنم هر کسی استطاعت داره یا توانشو داره یا خانوادش روحیشو دارن حتما این کارو بکنن، چون هم خداییه هم مردم پسنده و کار انسان دوستانه است. خیلی ممنون آقای سفری که در برنامه شرکت کردین. داوود رو از تهران از طریق اسکایپ روی خط داریم، بفرمایید. سلام. الو. بفرمایید. درود بر شما خانم ایران دوست عزیز. بفرمایید. من
والا یک عرضی که داشتم خدمتتون، اولا تشکر میکنم از اینکه به این موضوع مهم پرداختین، هرچند که سالهاست در رسانه ها شاید خیلی به ندرت بالاخره بهش پرداخته میشه، ولی مسئله ای هست که چون جان آدم ها و جان خانواده ها در اصل با این قضیه دست و پنجه نرم میکنه، به نظرم خیلی مسئله مهمی است بحث اهدای عضو. و ما هم به نظرم مردم باید خودشون فعالیت کنن و منتظر کارهای دولتی زیاد نباشن. من یک سوال از شما دارم، البته از بیننده دیگه ای هم ما این سوال رو کردیم. به نظر شما دلیل امتناع برخی از خانواده ها از اهدای عضو عزیزانشون چیه؟ به نظرم خب شاید بحث همون عواطفی هست که وجود داره، و برای این من به نظرم، حالا اینو همه همیشه جواب رو بدن، اما مهم راهکاری هست که براش میشه انتخاب کرد. ما خودمون یک انجمنی داریم در همین باب کار میکنه، یک انجمن خیریه هست که وظیفه خودمون دونستیم به وسیله چند تا از دکترها و خیرین که کمک کنیم به این که خانواده ها راضی بشن. من حتی برای آینده این کار یه طرحی دادیم که با این کار مقابله بشه، این بود که افراد اگر دوست دارن حتی برای این قضیه اولویت قرار بدن، مثلا نسبت به شهر خودشون، نسبت به جای دیگه شاید یه عرقی داشته باشن. ما اومدیم این رو در کارت ها قید کردیم که اشخاص اگه دوست داشته باشن این رو برای خودشون تعیین کنن. من اتفاقا حالا چون انجمنمون متبرک است به یکی از بزرگان این عرصه به اسم آقای حالت، اگه اجازه بدید یک دو بیت شعر هم در موردشون بخونم برای همین. من عذر میخوام ازتون به دلیل کمبود وقت. من تشکر میکنم از اینکه در برنامه شرکت کردین و با شما خداحافظی میکنم. ممنون از شما. هم اجازه بدین همین سوال رو که در فیسبوک مطرح کرده بودیم پاسخ برخی از کاربران رو بشنویم. درویش از کاربرانمون در اینستاگرام نوشته: بعضیا میگن چطور اجازه بدیم بدن فرزند یا پدر و مادرمون رو تکه تکه کنن و به افراد دیگه بدن؟ به نوعی برمیگرده به خرافات یا آموزش غلط. میگه به نظرم فرهنگسازی خیلی کمه و باید حتما در ایران فرهنگسازی صورت بگیره. سیاوش میگه نبود اطلاعات و همینطور نارضایتی از وضعیت زندگی و شرایط جامعه هستش. سپهر هم معتقد هستش که برمیگرده به خرافات در اکثر خانواده ها. احمد رضا میگه متاسفانه فرهنگ اهدای عضو هنوز در ایران جا نیافتاده. آموزش و پرورش و رادیو تلویزیون، سینماگران هم در این خصوص کار زیادی انجام ندادن و باید این مسئله به صورت یک فرهنگ در جامعه در بیاد. اما ما همین مسئله رو به خاطر اینکه در ایران اگر کسی حتی کارت عضویت داشته باشه و رضایت اولیای دم رو نداشته باشه با مشکل روبرو میشن و باید حتما این رضایت صورت بگیره. در غیر این صورت این اعضا اهدا نمیشه. این پاسخ سوالی بوده که انجمن اهدای عضو ایرانیان بهش داده بود. اما این سوال رو از خانم سحر رفیعی، کارشناس اهدای عضو که از سیاتل واشنگتن با ما از طریق اسکایپ صحبت کردن بشنویم. قانون مشخصی به صورت سیاه‌سفید وجود نداره که مسئله احیای عضو انجام بشه. معمولا اشخاصی که مایل هستن عضوشون اهدا بشه بعد از فوتشون، در اداره رانندگی این رو میگن و روی تصدیق رانندگیشون ثبت میشه که معمولا به صورت یک قلب قرمز نشون داده میشه. وقتی که شخص در حال فوت هستش، معمولا افرادی که مسئول این تهیه و تدارک تهیه اعضا هستن از فرد فوت شده، شروع میکنن با آماده کردن خانواده و شروع میکنن به صحبت کردن با اونها در این مسئله. اگر در نهایت خانواده به صورت خیلی قوی مخالف این امر باشه، این مسئله احترام گذاشته میشه. اگر ولی در نهایت خیلی سعی میکنن که اینو به خانواده مشخصا برسونن که این خواسته و آرزوی قلبی عزیز شما بوده و ما میخوایم که اونو احترام بذاریم. ولی با این حال بعضی از افراد خیلی روحاً براشون مشکل هستش و مخالفت شدید میکنن و ما این امر رو احترام میذاریم. اجازه بدین از طریق سکایپ خانم مسی رو از فرانسه داشته باشیم روی خط. سلام بفرمایید. درود بر شما، خسته نباشید. تشکر.
اهدای عضو اهدای یک زندگی است. به نظر من فرهنگ اهدای عضو در ایران نهادینه نشده و نه تنها رسانه‌های رسمی برای بهبود این فرهنگ تلاش نکردند، بلکه ساخته شدن سریال‌های متعدد در صدا و سیما با موضوع بازگشت به زندگی بیماران مرگ مغزی سبب شده تا امید بهبود در بین خانواده‌های بیماران افزایش پیدا کند. خانواده‌های ایرانی به شکل سنتی و با توجه به قالب رفتار احساسی تمایلی به اهدای عضو عزیزانشون ندارن. پرداختن شما به این موضوع قابل تقدیره و به نظر من برای بهبود این فرهنگ رسانه‌های جمعی نقش بسیار متعددی میتونن داشته باشن. خیلی ممنون از شما خانم مسی که در برنامه ما شرکت کردین. آقای داریوش از تهران روی خط هستین، از طریق تلفن بفرمایید. سلام. الو سلام. سلام بفرمایید. سلام. خسته نباشید. خانم ایران دوست، این صحبتایی که میکنید، مردمی که زنگ میزنن همه در مورد کساییه که فوت میکنن، بعد از فوتشون اعضایشون اهدا میشه. ولی خیلی هم هستن تو همین تهران، کسی را من میشناسم که در اوایل جوونی شکر در اعضای بدنشو به یه نوجوانه که کلیش از کار افتاده بوده اهدا کرده. بله، این البته هستش که در وبسایت انجمن اهدای عضو ایرانیان هم اشاره شده که افراد زنده هم میتونن اهدا بکنن. ممنون از شما اشاره کردیم به این مسئله. پاسخش بود که کلیه یکی از معمولترین اعضای اهدایی افراد زنده است، زیرا یک فرد سالم با یک کلیه هم قادر هستش که ادامه حیات بده. قسمتی از کبد یا ریه در موارد نادر، قسمتی از روده کوچک هم قابل اهدا هستش. اینها مواردی هستن که میشه فرد در زمانی که در حیات هستش میتونه اهدا بکنه. ممنون از شما. آقای محمد از کرمان روی خط هستین، از طریق تلفن بفرمایید. سلام. سلام خانم ایران. سلام. من حقیقت سال 88 از طریق دانشگاه به دانشگاه شهید بهشتی تهران رفتیم، یه همایشی اونجا بود. بله. که از این کارتای اهدا عضو اونجا میدادن، من خودم سفرام کردم و گرفتم. حالا اینکه دوستان میان میگن اهدا عضو خوبه یا بده، به نظر من این جسم آدم، حالا که آدم خودش مرگ مغزی میشه، اینو باید ببرید زیر هزار من خاک که اونجا چه جونورا یا میخورن تن آدمو، یا اونجا باید بشه خاک، برگردیم دوباره به خاک. چطور که بهتر اینو بدیم به کسی که بتونه حداقل چند سالی رو دنیا هست، از درد و از چیز نجات پیدا کنه، بتونه راحت زندگی کنه. منم مادرم حقیقتش با این کار اول مخالف بود، بعد حالا گفتم اگه یه زمانی حالا بکنین. دلیل مخالفتشون چیه؟ دلیل مخالفتشون خانم ایران دوست میدونی چیه؟ حالا که دوستان، چون این که مثلا راضی دارن تن عزیزشون زیر خاک باشه، ولی خب مثلا قلب، ریه، حالا کلیه، به نظر من اینه که مثلا اون حسشون، اون اینقدر اون بچهشون، اون عزیزشون دوست دارن، حتی حاضرن زیر خاک بره، ولی خب اون به قول ما کرمانیا چشم دید نداره که مثلا بدش به کسی دیگه بتونه استفاده کنه. خیلی ممنون از شما که در برنامه شرکت کردین. آقای امیر از طریق اسکایپ از تهران روی خط هستین. سلام بفرمایید. آقای امیر شما صدای ما رو دارین؟ بله من دارم. بفرمایید. با درود بر شما و خسته نباشین. اتفاقا این مسئله خیلی مسئله خوبی بود که شما باز کردین، با توجه به اینکه در تهران یا شهرستان ها، با توجه به اینکه آمار تصادفات خیلی بالا هستن در ایران، این کار یه طوری که نهادینه بشه یا تو مراکز دبیرستان یا فرهنگسراها یا خیلی جایی که وابسته به دولتیه، با توجه به که اینقدر فیلم ساختن، سریال ساختن، نهادینه بشه. اکثرا الان کارت دارن، کارت اهدای عضو دارن، ولی این مشکل که پیش میاد خانواده هاشون مقابله میکنن، یعنی نمیذارن اون قطعی بدنی که از اون طرف به جا مونده. در چی میبینین؟ بهترین کار اینه که خانواده آگاه بشن، یعنی یه طور باشه که اون فرهنگ سنتی از بین بره، یه فرهنگ آگاهانه بیان باز کنن این مسئله رو برای خانواده که روشن کنن این قطع میره زیر خاک میپوسه، ولی وقتی که این تو بدن کسی دیگه باشه، کسی دیگر رو ما نجات بدیم به عنوان یک انسان، چقدر قشنگ تر از اینه که این بدن بره زیر خاک بپوسه. بیشتر این باید فرهنگ سازی بشه، حالا یا از طریق مدارس یا از طریق فرهنگ سرایی که تو کشور هست یا دولتی، نهادینه بشه، خیلی انسان ها هم نجات داده میشه. خیلی ممنون از شما آقای امیر که در برنامه شرکت کردین. در ادامه برنامه روی خط با ما همراه باشین.
فرارو، برنامه درباره تکنولوژی، اقتصاد و مدیریت. دوشنبه تا پنج شنبه 20:30 به وقت ایران، 12:00 ظهر به وقت واشنگتن. نگاهی هم بکنیم باز به نظرات شما. رحمتی از کاربرانمون بوده که برامون نظر گذاشته، میگه در مورد اهدای عضو نه مؤسسات خیریه خصوصی هستش و نه وزارت بهداشت هیچ کدوم اطلاع رسانی عملی نمی کنن. اگر در زمان تقاضای دریافت گواهینامه رانندگی یا موتورسیکلت فرم مخصوص رضایتنامه اهدا در اختیار متقاضی قرار بگیره، تا حدودی کمک به این موضوع میکنه و میشه بانک اطلاعات درست کرد و کسانی که فوت شدن در زمان حیات رضایتنامه رو تکمیل بکنن. این بانک های اطلاعاتی رو مشترکاً وزارت بهداشت و مؤسسات خیریه خصوصی ایجاد باید بکنن. البته میگه مراجعه کنندگان به بستگان متوفا هم هستش که فرم بسیار ابتدایی هستش و اشاره کرده به اینکه سازمان‌های خصوصی در یا نهادهای خصوصی در این رابطه فعال نیستن، فقط به دست وزارت بهداشت هستش. همین رو رفتیم به وبسایت اهدای انجمن اهدای عضو ایرانیان که با سوالی مطرح شده که چه کسی اولویت دریافت اعضا و بافت‌های پیوندی رو در زمان اهدا خواهد داشت، که اشاره کرده که لیست انتظار بیماران نیازمند در مرکز مدیریت پیوند و بیماری‌های خاص وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تنظیم و بروز میشه و در زمان اهدا تخصیص اعضا فقط توسط این مرکز صورت میگیره، یعنی مرکز دیگه‌ای وجود نداره. اما همین سوال رو از خانم رفیعی که کارشناس اهدای عضو هستند کردیم. اجازه بدین این پاسخ این سوال رو بشنویم، برمیگردیم. در آمریکا 58 سازمان وجود داره که مسئول تهیه اعضای عضو هستن بعد از محروم شدن شخص. این 58 سازمان سعی میکنن که در سریع‌ترین زمان این عمل رو انجام بدن. ما همیشه باید فکر بکنیم که شادی ما در شادی دیگرانه. همونطور که ما میخوایم عمر طولانی داشته باشیم، زندگی بهتری داشته باشیم، چه بهتر این که ببخشیم به دیگران اگر بتونیم. و ما فکر میکنم که اگر ما بتونیم اعضای بدنمون رو بدیم، همونطور که خونمون رو میدیم، همونطور که ارثمون رو میدیم، باید فکر کنیم یه ارثیه که باید قسمت بشه بین دیگران. یه عامل انسان دوستیه در ایرانیان وجود داره شدیدن، ولی عامل رسمی هنوز نشده متاسفانه. امیدوارم که بشه و چه بهتر از این که ما بیاییم از این قبرستونهای خود محدود بکنیم جامعه رو. چرا؟ چون این خاک بالاخره نباید انحصار بشه، به منحصر بشه به قبرستان و بیاییم خاکستری داشته باشیم که بذارن در یه جاهای مخصوصی و زمینها رو اشغال نکنیم. بالاخره فضای سبز، فضای محیط زیست نباید اشغال کرد به نظر من، و باید شادی در شادی مردم شریک بود. همونطور که ما آرزوی عمر طولانی داریم، بتونیم عمر دیگری رو به دیگران بدیم. این یک میراثه. با عرض تشکر میشه. آقای علی از فارس روی خط هستین، سلام بفرمایید.
الو سلام علیکم. بفرمایید. الو خانم ایران دوست. بله شما روی خط هستین. بفرمایید. سلام. خسته نباشی. الو آقای علی شما روی خط هستین، ما صدای شما رو داریم. فکر میکنم ارتباطمون برقرار نیستش با آقای علی. آقای غضنفر از تهران روی خط هستین. سلام بفرمایید. سلام بر شما، خسته نباشید. ممنون. من به خانواده وصیت کردم بعد از فوتم عضوامو بدم به بدهکارام، چون بالاخره من به بدهکارام اجازه بدین که الو فکر میکنم ارتباطمون برقرار نیستش. آقای حسین از تهران روی خط هستین. سلام بفرمایید. سلام خانم ایران دوست. من خانمم پیوند کلیه کرده. بله. قبل از اینکه اون احتقان کننده عزیز که عضوی رو داد، این 4 سال میرفت دیالیز. بله. مهم اینه که این پرستاران بیمارستان امام خمینی واقعا خداوند نگه دارشون باشه، با محبت و صمیمیت اینو 4 سال نگه داشتن. حتی یه بار حالش به هم خورده، پزشک اومده اون چیز مرگش رو نوشته، ولی پرستار اون کارت پرستاری ادامه دادن شد دادنش و بعد گفتن آقای دکتر این برگشت. آقای حسین شما جزء کسانی بودین که خب گیرنده بودین، پروسه این جریان به چه صورته؟ آیا خیلی طولانی هستش یا کلن 4 سال شما در انتظار دریافت کلیه بودین؟ بله 4 سال من بودم. بعد موقعی که خواستم پیوند کلیه بزنم 800 تومن پول خواستم که واقعا من نداشتم. اونم مراجعه کردم به دفتر مقام معظم رهبری به امداد. بله یعنی در اعضای کلیه‌ای که این کلیه از طریق اهدای اعضا به شما داده شد، رایگان. پس این پول بابت چی بوده؟ بابت جراحی. بله. تومن لازم داره که این 800 تومن باید بدین. من نداشتم، مراجعه کردم به دفتر مقام معظم رهبری، دادن این پولو. شما به عنوان کسی که خب مراحل خیلی سختی رو پشت سر گذاشتین، آیا خودتونم کارت اهدای عضو دارین؟ ببین خانم من کلیه گرفته. بله. خانمم کلیه گرفته. بله متوجه هستم، ولی شما به عنوان یکی از اصلا خانوادهمون دارن. بله. شما فکر میکنین که علت مخالفت برخی از خانواده ها چی هستش آقای حسین؟ من اطلاعی ندارم علت مخالفتشون، ولی برخی از خانواده های ایرانی هستن، نه تنها ایرانی، در همه دنیا به این شکل هستش که اگر عزیزشون حتی این کارت اهدای عضو رو دریافت کرده باشه، زمانی که نیاز باشه که عضوی اهدا بشه مخالفت میکنن و خیلی راضی نیستن از صمیم قلب. به نظر شما علت این مخالفت چیه؟ نمیدونم والا علت این مخالفت رو نمیدونم. چون من با کسی که مثلا اهدا کردن اصلا به صورت ناشناس ما نمیشناختیم، اصلا هیچ تماسی نداشتیم. خیلی ممنون از شما که در برنامه شرکت کردین. ممنون. اجازه بدین چند نظر دیگر رو هم با هم مرور بکنیم. یکی از کاربرانمون به نام مریم میگه زیباترین هدیه‌ای که میشه بعد از مرگ اهدا کرد و من و دخترم هم عضو هستیم. جرایی یکی دیگه از کاربرانمون هست میگه من خودم و فرزندانم در این وبسایت عضو هستیم و وصیت کردیم که در صورت هر اتفاقی اعضای بدنمون رو اهدا بکنن. امید میگه دلیل اینکه خانواده ها مخالفت میکنن جا نیافتادن فرهنگ اهدای عضو و ترس از حرف مردم و اقوامه که مثلا به فردی که فوت شده احترام نذاشتن و بعد از مرگش اون رو تکه تکه کردن. افسانه میگه با توجه به اینکه هر انسانی به اعضای خانواده خودش علاقمند هستش و امید به این داره که شاید 1 در 1 میلیون طرف به زندگی برگرده، سخته که قبل از مرگ به این موضوع تن بده. یه نکته هم اینه که از کجا معلوم که در بیمارستان معامله صورت نگرفته باشه
ولی واقعیت این هستش که بر اساس آماری که نشون میده تمام این اطلاعات به صورت رسمی ثبت میشه و این اطلاعات از طرف وزارت بهداشت داده میشه. در خارج از ایران هم تحت نظارت نهادهای رسمی هستش. و تلفن دیگه هم داریم، آقای کومیل از تهران روی خط هستین. سلام، بفرمایید. سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم روزیتا عزیز. ممنون. بنده به نوبه شهروند، من خودم رفتم و کارت پیوند اعضا رو گرفتم، اما باید بگم وقتی بعضی از صحنه‌ها رو آدم می‌بینه، من خودم انقدر یک صحنه رو دیدم انقدر ناراحت شدم رفتم این کارت رو پس دادم و از این سایت و از این کلاً پروژه اومدم بیرون و به تعبیر کنسل کردم خودم، چرا که وقتی دیدم اون آقایی که خانوادش اجازه دادن برای عمل پیوند اعضا بره به اتاق عمل و این عزیز خودشونو به تیغ جراح سپردن برای اینکه سه تا عضو قرار بود که پیوند صورت بگیره، یکی قلب و یکی کلیه و یه عضو دیگه، و وقتی که از اتاق عمل اومدم بیرون یه شلوار یه تار سیبیل داشت. اجازه بدین تلفن دیگه هم همکارانم میگن ما داریم. آقای سعید از فارس روی خط هستین. سلام، بفرمایید. الو، سلام. سلام، حال شما خوبه خانم ایران دوست؟ ممنون. آقای سعید وقتمون خیلی کمه، من فقط یک سوال از شما دارم، اونم اینه که آیا شما جزو افرادی هستین که کارت اهدای عضو دارین؟ بله، من خودم به نظر شما دارم. خیلی ممنون. به نظر شما چطور میشه این فرهنگ رو در بین مردم اشاعه داد؟ خیلی کوتاه اگر بگی ممنون میشم. با تبلیغ از طریق رسانه و به حسابن. پس شما معتقد هستین که باید فرهنگ سازی بشه. آقای سعیدی یه سوال کوتاه دیگه هم از شما دارم، اینه که برخی از خانواده ها مخالفت میکنن، به نظر شما علت اصلی این مخالفت چیه؟ علت اصلی میگن شاید این آقای مثلا تصادف کردن مثلا اعضا خانواده، بعد دیگه طرف خودش کلیه خواست یا مثلا چیزی خواست دیگه باید بوده اون کلیه. خیلی ممنون از شما که در برنامه شرکت کردین. اما برنامه فردا شب روی خط اختصاص داره به اقتصاد مقاومتی. اینکه اقتصاد مقاومتی یعنی چی؟ رهبر ایران میگه تنها راه نجات ایران برای برون رفت از مشکلات کنونی اجرای الگوی اقتصادی مقاومتی هستش، و در حالی که بخش اعظم اقتصاد ایران به نهادهای زیر نظر رهبری و قاچاق کالا متکی هستش، به نظر شما اقتصاد مقاومتی طرحی برای مقابله با دولت در گشایش اقتصادی با غرب و جذب سرمایه گذاره؟ آیا دولت میتونه چنین طرحی رو اجرا بکنه؟ تلفن پیامگیر ما هستش 22 382 7225. از همین الان میتونین پاسخ این پرسش ها رو با ما در میون بذارین. تا فردا، روز و شب همه شما خوش. صدای آمریکاست.